امروز 24 اردیبهشت سال 97 ما 27 فروردین به مناسبت 90 سالروز تولد نادر جهانبانی با حسین آقا رفتیم سر مزارش. حسین آقا یک خاطراتی داشتن از 7 ماه خدمتی که در واقع پیش تیمسار بودن. خوشبختانه اون خاطراتی که ایشون تعریف کردن مورد تایید خانواده تیمسار هم قرار گرفت و من خودم به شخصه خیلی خوشحالم که پسر ایشون تایید کردن و از من تشکر کردن و این باعث شد که من بیام و این مصاحبه رو به صورت طولانی تر در واقع برگزار کنیم. امیدوارم که صحبتایی که اینجا میشه به نوعی ثبت در تاریخ بشه، چون این صحبت‌ها هیچ جای دیگه گفته نشده و هیچ جا ثبت نشده، هیچ عکسی از اون دوره وجود نداره، هیچ صوتی وجود نداره. تنها چیزی که هست خاطرات ایشونه که در قالب این صحبتایی که ما الان خواهیم کرد بیان میشه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. به حضورتون عرض کنم که یکی از مطالبی که من اونجا سر مزار تیمسار اینو من اونجا تأکید کردم که تیمسار خیلی توی نظم و انضباط انسان ویژه‌ای بود. یکی از چیزا خیلی ناراحت میشد میدیدم یه وقتا ایشون میگفتش که کاری که باید انجام میشد سر ساعت بعد این کار انجام میشد و حالا غیر از نظام نظم ایشون رو میرسون. شما یه چیزی فرمودید که ایشون با زیر دستاش برخوردش چجوری بود؟ عرض کردم خدمتتون من اون موقعی که خدمت تیمسار بودم خانوادش نبودم، دو تا خانوم بودن، اینا مال فکر کنم کره‌ای بودن به نام نلی و ماریلو، خدا میدونه. خب تمام کارهای منزل رو اینا انجام میدادن. خب یه وقتا میشد من میومدم با تیمسار، حالا گشنمون بود چیزی بود اینا، یه وقت تیمسار با من گفت به اینا چیزی نگی، چیزی میخوای با گرام شما صحبت کن. این چی رو میرسون؟ ببینید یکی باز از همون مطالب این بود که این که گفتم خدمتون ادب، این محمد شهر ما میومدیم وارد اتوبان میشدیم، اتوبان این برانور اتوبان فنس بود، همه وارد اتوبان میشدیم یه ورودی داشت، اون ورودی یه تومن میگرفت، یه تومن ما میدادیم یه بلگه میگرفت. من یه دفعه این یه تومن رو دادم، اون بلگه رو نگرفت، برگشت گفت حسین. من فکر کردم چیزی شده، گفتم بله تیمسار. گفت خیلی کار بدی کردی. من اصلا یه دفعه جا خوردم، چی شد تیمسار؟ گفت اون دستش رو دراز کرد، شما اون بلگه رو نگرفتی. ببینید تا این حد ایشون ملاحظه میکردم. حالا ما برای اینکه حسین آقا برای اینکه ما یه خورده قشنگتر به موضوع برسیم، شما از روزی تعریف کن که رفتی خدمت و رفتی و اولین بار تیمسار رو دیدی، یعنی روزی بود که شما اولین بار تیمسار رو دیدی و از اونجا یواش یواش ارتباطی با تیمسار گرفتی و حالای به نوعی بهش نزدیک شدی. بله. از اون روز شما تعریف کن، چی یادت میاد؟ به حضورتون عرض کنم که من و اگر تاریخی ازش یادته تاریخش رو بگو یا ماهش رو بگو. سال که سال 57 بوده. بله. یعنی شما سال 57 خدمت باید میرفتی؟ نه خیر، من سال 57 من 56 رفتم خدمت، 7 ماه از خدمتم تبریز بودم. بعدن از تبریز به واسطه همون آقایونی که اونجا بودن اینا ما رو فرستادن موتوری تهران. به این صورت شد وقتی اومدیم موتوری تهران اینجا یه دو روزی ما بودیم. به حضورتون عرض کنم که و در واقع سرباز نیرو هوایی بودم. سرباز نیرو هوایی بودم. بله. اومدیم اینجا دو روزی بودیم اینجا، فکر کنم اون موقع آقای قلیچخانی بود، همون فرمانده همین موتوری تو همین خیابون پیروزی رو به روی ستاد. اونجا اعلام کرده بودم مثل که تیمسار جهانبانی، ما نمیدونستیم تیمسار جهانبانی، گفتم سرباز میخوان، 4 تا راننده میخوان. من به اتفاق 3 نفر دیگه رفتیم خدمت تیمسار، رفتیم اونجا هر کسی احترام گذاشت، ما 4 نفر با هم رفتیم اونجا. اولین باری بود که تیمسار اولین بار بود ما تیمسار رو اونجا در واقع زیارتشون کردیم.
4 تا سرباز دیگه هم بود، یکیش هم تمام بچهای محل خودمون. یعنی جذبه تیمسار همون موقع من اومد. بله من رفتم داخل و دستایی که من از همه اون سربازا ریز نقشتر بودم، احترام گذاشتم به من، گفت بچه کجایی؟ گفتم بچه میدون خراسان. خدا میدونه. خب لباسام خیلی مرتب بود و اینا، برگشت گفتش که بهت نمیخوره بچه میدون خراسان باشی. هیچی نگفتم دیگه. اونا اومدن بیرون، یعنی 4 تا سرباز اومدیم بیرون، اون 3 تا رو گفتن برید، گفتن تیمسار گفتن ایشون بمونه. دیگه ما اونجا موندیم و بعد از ظهر با همین استوار محمود، ایشون راننده رسمی ایشون بود، راننده سازمانی ایشون بود، به حضورتون عرض کنم که تیمسار اونا رو مرخص کرد، اونا رو مرخص کرد، به من گفتن بمونید. ما موندیم با اون استوار محمود. بسیار اولین بار بود، چهارشنبه بود دقیقا، اومدیم فودگاه مهرآباد با سواری اومدیم با ماشین تیمسار بیوک که من خودم پشت فرموندم، اون سرپرستور محمود پشت پلوی من نشستن، تیمسار هم که عقب بودن. اولین بار بود ما رفتیم به اصطلاح فودگاه مهرآباد که متوجه شدیم تیمسار هر هفته اینجا پرواز دارن. یعنی برنامه تیمسار رو تازه متوجه شدیم؟ تازه متوجه شدیم. بله اینا خب موقع شما ماشین به شما دادن؟ بله یه ماشین بیوک به من دادن، به ما ماشین بیوک به اتفاق اومدیم. خب این بیوک شخصی بود یا بیوک ارتش؟ نه بیوک ارتش بود، نیرو هوایی. بیوک نیرو هوایی. بله بله. به حضورتون عرض کنم که ما به اتفاق تیمسار اومدیم اونجا موندیم. تیمسار رفتن برای پرواز، ما اومدیم قسمت همون دیسپچ، همونجا که خدمتتون عرض کردم، همون ایر سرویس و ایر پارس و ایر تاکسی که اونجا خود آقا هنوش هم تشریف داشتن. ما تو اون منطقه انتظار بودیم تا تیمسار تشریف آوردن و ما به اتفاق تیمسار به ما گفتن که بریم سعدآباد. من حقیقت نرفته بودم ولی خب من تهران رو کاملا بلد بودم. به اتفاق اولین بار کاخ سعدآباد ما به اتفاق تیمسار، من اون سرکار استوار تشریف بردن، من به اتفاق تیمسار رفتیم کاخ سعدآباد. از اینجا دیگه شروع شد. اولین باری که ما رفتیم اونجا دست فرمونت هم خوب بود حتما و تیمسار بله تیمسار اونجا فرمونم تاییده و ما دیگه اومدیم. دیگه وقتی اومدیم چون من میگم خیابونا رو خیلی آشنا بودم تا ترجیش اومدم اون قسمتی که میره سعدآباد، خب اونجا همه ماشین نمیرفت اونجا. بله اونجا پلیس یه توقف کوچیک داشتم، تیمسار نگاه کردن گفتن بفرمایید. رفتیم داخل کاخ و رفتیم اولین بار بود وارد کاخ شدیم. تا حالا ما کاخ هم ندیده بودیم. اونجا ایستادیم تا ما این در رو باز کنیم، تیمسار خودشون پیاده شدند. برای این میگم به هر صورت هر چی بود من یه سرباز بودم. تیمسار پیاده شدن، به من گفتن کنار بیستید. من رفتم، راننده های دیگه هم بودن، ما اون کنار ایستادیم. حدود ساعت 11 شب 11:30 شب بود ما اونجا ایستاده بودیم. تیمسار اومدن و گفتن بریم. به من گفت شام خوردی؟ گفتم نه تیمسار، کسی چیزی به من نگفت. خلاصه خیلی ناراحت شد. تا اومدیم معرض، با اون شب با ماشین رفتیم کرج. خیابونام حکومت نظامی بود. تیمسار محمدآباد. محمدشهر بود. من گفتم بله محمدآباد میگفتن دیگه. محمدآباد بود الان شده محمدشهر. بله بله. بعد ما رفتیم به من که رسیدیم اونجا، گرام اومد دم در، ما ماشین تیمسار رو پیاده کردیم. خدمتکار شخصی بله. تیمسار بود، یعنی تو آشپز. بله آشپز تیمسار بود. بعد از خدمتش ایشون اومده بود اونجا در خدمت تیمسار بود، کار آشپزی میکرد در حقیقت. گفت یه چیزی بده حسین بخوره. اسمت چیه؟ گفتم که خب همون چیز شد. یه خود اونجا من گفتم حسین هستم، تیمسار عملی هست اینا. من گفتش گرام یه چیزی بده حسین بخوره. و اون شب اولمون بود دیگه. ما خب یه چند به اس صدا کرد فهمید حسینی اسمه. بله من یه خود خجالت کشیدم، واقعا خجالت کشیدم. خلاصه اون شب ما یه مختصر شامی خوردیم و صبح زودم که چون پنجشنبه ها تعطیل بودیم، دیدیم تیمسار در میزنه. نمیدونستیم برنامه چیه، بچه ها میگفتن تا هنوز چیز نشون. منم آماده بودم، لباسمون پوشیدیم دور منزل تیمسار. تیمسار جلو میدویدن، ما چند تا سرباز هم ارزش صبحگاهی با ارزش صبحگاهی داشتیم. جز برنامه روتینش بود اصلا. بله
بعد سری بعد که ما یعنی هفته بعد که اومدیم سعدآباد، تیمسار ساعت همون هولوش مثلا 9:30 اومد بیرون، منو صدا کرد گفت حسین بیا قشنگ، چون من نگاه میکردم. اومدم، وقتی اومدم نمیدونستم که بعد این کلت رو من تو ماشین بذارم. کلت همراه من بود، من مسلح بودم با کلت. رفتم رفتی داخل کاخ؟ رفتم داخل کاخ، همین میزی که شاهنشاه و شهبانو و اینا قضا میل کردن. رفتم اون و مادر شاهمون یعنی با من واقعا بفهم 10 متر با من فاصله داشتم. اون همجور که اون شاه میل کردن، منم اومدم سر همین سرباز. کسای دیگه هم بودن، ببخشید میگم سرباز، راننده های دیگه هم بودن. یعنی وقتی که شاه شامشو میخورده میرفته، بعدن مثلا بعدن خدمه و سربازا و اینا اومدن بقیه میومدن. من همین چون مسلح بودم اومدم وایسادم، یه مقدار به صلاح همین لوبیا پلو هم بود دقیقا یادمه، کشیدم تو ظرفم داشتم شروع کردم به خوردن، یه آقای اون روبرو بود به من گفت شما مسلحید؟ گفتم بله. من اصلا چیزی نبودم، گفت همونجا وایسید. من اومدم و جا خوردی؟ جا خوردم. چرا این چیزه؟ من اومدم خدا میدونه، هیچ وقت یادم نمیره، همینجا من وایسیدم. یه خود برگشتم دیدم یه سگ مشکی، سگ خود تیمسار شاه بود، نه دیگه سگ شاه بود دیگه، رنو بود اسمش. حالا اینا رو که دارم خدمتتون میگم، این هفته اول نمونه، اینا حالا هی بعدن من متوجه شدم. بعد نبین حیوان بو کرده پشت من وایساده، ما نمیدونستیم. ایشون اسلحه رو برداشت، ما شامون رو خوردیم، این آقا اومد دم در، اسلحه رو به من داد. گفتم من راننده تیمسار جهانبانی هستم، سپهبد نادر جهانبانی هستم. بعد گفت خب چرا؟ گفتم نمیدونستم، تیمسار فرمودن بیایید شام، من این همراهم بود اومدم، من نمیدونستم. قوانینشو نمیدونستی که باید خلاصه اسلحه داد؟ بله قصر شاه میری باید اسلحه تحویل بده. بعد ما اومدیم، خدا میدونه هیچ وقت یادم نمیره، این موضوع رو به تیمسار گفتم. تیمسار خندید، گفتش که خب هیچی دیگه نگفت دیگه. ما چون هر هفته این کار ادامه داشت دیگه، اصلی تو ماشین بود. یعنی پیش خودت فکر می‌کردی ممکنه تیمسار انقدر ناراحت بشه که مثلا گفتم حتما اخراج کنه یا داد بزنه سره؟ آره این چه کاری بود کردی مثلا؟ من خدا میدونه به همین این که دارم میگم. بله تو یه کادیلاک دستت بوده؟ من شبله دستم بود، دستم بود، بله کادیلاک بود. بله هیچ موقع یادت میاد هیچ موقع تیمسار اینا رو برای مصرف شخصیش از این ماشینا استفاده کنه؟ ببینید برای مصرف شخصیش تیمسار یه دونه بنز 450 داشتن، SEL، یه بنز 450 SEL داشتن. بله انگوری بود. آره این مال شخصی خود تیمسار بود که حتی نوروز آباد میومدیم با اون بنزه میومدیم. من ندیدم پیست نوروز آباد، پیست سوارکاری، همین سوارکاری. بله یک دو دفعه اومدیم با اون بنزه. حالا راجع به اون سوارکاری بعدا صحبت میکنیم. من بله. من منظورم از این سوالی بود که هیچ موقع شده بود ببینی که از این ماشین یا به شما بگه که برو فلان کار رو بکن که اون کار کار شخصی باشه، کار ارتشی نباشه؟ اصلا من میدونی که راننده به صلاح نظامی ایشون بودم، کار شخصی که داشت کسی دیگه میرفت انجام میداد. تیمسار یه رنج روور داشت مخصوص خودش بود، اگر کوه میرفت با اون میرفت. اگر ببخشید یه دفعه شد دیگه، چون من به تابستون خوردیم دیگه، یه دفعه من سوار اون ماشین شدم یه جایی رفتیم، یه باقی بود طرف همین پاسداران که میخواستیم بریم، اون موقع بالای ولنجک بود، با این ماشین میرفت، این ماشین شخصی خود تیمسار، ماشین شخصی رنج روبر، رنج روبر بله. چه رنگی بود؟ رنگ قرمز بود. بله آجوری بود. با حضورتون از کنم؟ نه من میگم وجدانا هرچی که بود اونجا فقط برای کار و این مسائل بود. ما چیزی به هیچ موقع مصرف شخصی ندیدیم؟ ما ندیدیم. یعنی میگم مصرف شخصی ماشین خودش بود، ماشین خودش بود، اونم خیلی کم. ایشون جای میرفت معمولا میگم صبح، من عین این 7 ماه و باور بفرمید من 5 روزم منزل نبودم. یه جوری بود من اصلا خیلی دوست داشتم در کنار، بله خیلی دوست داشتم در کنار ایشون باشم. حسن راننده های دیگه هم بودن. ببینید یه دونه راننده یه چیز بود همین استوار محمود دیگه، اصلا تشریف فقط می اومدن اداری. من یادم مثلا 2 بعد از اونم میرفتم
همه وقتا من با تیمسا بودم. یه گروهبان جلوسی هم بود، ایشون هم خیلی بچه خوب بود ولی خود بی انضباط بود. تو این مدت 7 ماه من ندیدم یک بار ایشون بیاد برای تیمسا رانندگی کنه. خب تیمسا ما صبح می اومدیم یه وقت خب جای می رفتن، بازدیدی داشتن، من با همین ماشین بیوک ایشونو این برابر می بردم و اینا. بس واقعا میخوام بگم که بهترین دوران زندگی من بود. خدا میدونه چه جوریش این رابطه شکل گرفت که انقدر علاقمند شدی که ببینید بمونی بیشتر پیش تیم سار؟ چون سربازی معمولا جوریه که آدم دوست داره زودتر ساعت 2 بشه و بذاره بره خونه. بله خدا میدونه این جذبه بله. میدونم این جذبه چی بود. من وجدانم منش تیم سار بوده، ایشون بوده. خواهش میکنم ایشون یه رفعت خاصی داشتن در اینه که دیسیپلین در اینه که خیلی چیز بود، یک رفعت خاصی داشتن. یه محافظی اومد اگر اشتباه نکنم اسم اون محافظ آقای آریانا بود فکر میکنم، خیلی مرد 2 متر قدش بود، خیلی یه رنجر خیلی چیزی بود، یه اصله MP5 هم گرفته بود دستش جلو میشست من بغل، من در مقابل ایشون واقعا خیلی چیز بودم. یه 2-3 روز که رفتیم گفتم تیمسار ببخشید اگر این آقا با ما نیاد خیلی بهتره، والله خدای من شاهده گفتن نیاز نیست بیاید. من دیدم ایشون میاد به عنوان محافظ اومد، یه خود نیبه هوایی گذاشته بود چون شلوغ شده بود شهر، مردم تکبیر میگفتن. تیمسار اکثرا که خب ما میومدیم اوایل که خب با لباس بودن، بعدن لباسشون ما پلاکمون سفید بود، لباسشون لباس شخصی بود، منم با لباس شخصی بودم. چرا پادگان بودیم با لباس سربازی بود، ولی بیرون بودیم با لباس شخصی بودم ولی بیشتر با لباس سربازی بودم. خدای من شاهده ما چیزی نه به تیمسار من گفتم دستا که خب تیمسار خودشون باید چیز میکنم. گفتم تیمسار نیاز نیست به کسی، اگر این آقا نیاد خیلی ایشون جلب توجه میکنه، چون ایشون پیاده میشد با اون مسلسل و با اون حیبت و اینا در رو میخواست باز کنه، من میدویدم بیام ولی ایشون من تیمسار اگر اجازه بفرمایید ایشون نیاد و واقعا همین شد. تا روز آخر ما با تیمسار بودیم، من بودم و خود تیمسار، خدای من شاهده. بعد ساعت این خیلی برام جالب بود، ساعت 4 بعد از ظهر 21 بهمن ماه اومد به من گفتش که حسین، برعکس اون روز یه خود من تعلل کرده بودم حالا رو کارهایی که بود اینا، نماز اولمو خوندم اومدم به نماز دوم، تیمسار اومد داخل جایی که چایی میدادن، این آقایون چایی میدادن، کسی نبود دیگه، گفتش که حسین بریم تو باند همین دوشان تپه. گفتم بریم، ایشون گفت به من نماز سوال بودم یکیش مونده، گفت بخون بریم. هیچ وقت اینو یادم نمیره، خود ساعت 4 اینطورا بود اومدیم، شاید امروز پرونده های اونو پیدا بکنن این ساعت باشه، دقیقا یادمه هولوش ساعت 4 بود. تیمسار اومد با یه هواپیمای فرانشیپ، ایشون به صورت عمود رفت بالا، من اونجا ایستاده بودم با همین ماشین بیوت، یه ماشین آتش نشانی هم اونجا بود. این آقایونی که اونجا تو آتش نشانی بود گفت تیمسار رفت به من، فکر کردن تیمسار فرار کرد. رفت حدود 3 رو میگم، شاید امروز این پرونده توی خود نیروی هوایی باشه، قطعا هست اگر یه روز این پرونده ها رو آره. وجدانن قشنگ یادمه من اونجا ایستادم، حدود 3 رو رفت، ایشون دور زد، میگم به تو رفت دور تهران زد ببینه چه خبره. اومد نشست، من رفتم به اصطلاح پای پلگون، تیمسار به من گفتش، تا من نشه در واکم نشه تو ماشین اومدم بیارمش، خب مثلا 7 دقیقه 6 دقیقه میومدیم تا از خود پادگان میومدیم تا دم ستاد 6-7 دقیقه. به من گفت حسین همه تهران رو آتیشه. خب ما چیزی نمیم، من گوش میکردیم روز 21 بهمن 1357 که مردم تو خیابونا همه اصله داشتن تیر اندازی میکردن و زمانی بود که فکر میکردن تیمسار میذاره میره، تیمسار میذاره میره چون همه امکاناتش هم داشته دیگه. بله این خدا میدونه این چیزی بود که ما میگم تا آخرین لحظه خدمت ایشون بود. یه مقدار راجع به در واقع منش تیمسار بگو،
اصلا آدمی بود که توصیه پذیر باشه، پارتی بازی کنه، کار کسی رو به هیچ عنوان به توصیه کسی انجام بده. یکی از این چیزی که تو این هفت ماه یه موردش برای خود من اتفاق افتاد، من یه شوهر خاله‌ای داشتم، ایشون تکنسین هواپیمای F5 بود، ایشون نظامی بود. نظامی بله بله، تو همون نیروی هوایی و هوایی بود، نظامی بود، شوهر خاله‌ام بود، درجه صدفان یار بود فکر میکنم، حالا یا صدفان یک بود. حالا ایشون به من گفتش که حسین منو دارم میفرستن دسفور، اگه میشه تو با تیمساری بگو که منو نبرم. گفتم پس شما بیا چهارشنبه تیمسار پرواز دارن، بیا اونجا دم هواپیما، من اونجا به تیمسار میگم. این اولین خواهش من بود. شاید سه ماه چهار میشه باید میاره که این دیگه رو تا زمین نمیزنه. سه چهار ماه بود، من خب خیلی نزدیک شده بود واسه سوء استفاده کنه. حالا به این صورت ما به تیمسار گفتیم که تیمسار اگر نهت مخصوص چجوری بهش گفتی؟ یعنی تو ماشین بودی با پرواز بود کجا رو بان بود کجا بود تیمسار از هواپیما پیاده شد؟ روزی که پرواز داشت، پرواز داشتن چهارشنبه با F4 پرواز با F4 پرواز میکرد از پلبون هواپیما اومدن. حالا بعدا راجع به این پروازهای روتین تیمسار هم صحبت بکنیم، موضوع رو بگو. به حضورتون عرض کنم ایشون اومد پایین، من درو باز کردم با همون لباس خلبانی نشستن که بیان، میمادیم داخل همین دیسپچ، اونجا لباسشون رو عوض میکردن. بعد تو این مسیر میخواستیم بیان، چون شوهر خاله من اونجا بود، بهش گفتم تیمسار یه مطلبی میخوام، درو باز نگه داشتن. گفت بگو چیه؟ یعنی این یهو دفعه چیز شد. گفتم ایشون شوهر خاله من هستم، یه چیز کرد و گفتم ایشون میخوام برسن دسفول، اگر میشه ایشون نفرست. گفت کی میخواد جای ایشون بره؟ پس نه ایشون باید بره. به همین صورت گفت کی میخواد جای ایشون بره؟ پس کی جای این بره؟ بله به همین صورت. منم سیام ایشون هم دید دیگه، اومدیم و دیگه اون موقع ها موبایل و اینا نبود دیگه، اومدیم و حالا بسی که فرداش بود، من گفتم والا تیمسار موافقت نکردم. من ندیدم توصیه ای بیاد، من ندیدم یه کار، حالا اسمش چی نه، پارتی بازی کنه یا رانتخاری کنه. آره وجدانن من ندیدم یه همچین چیزی رو تو این مدت. من تو یه خانواده مذهبی بودم ولی چیزی ندیدم غیر مذهبی که مثلا چون همه مهمونی ها من بودم، من درسته پشت در بودم، من میدیدم، من چیزی ندیدم تیمسار مثلا بنده خدا به این سوال. اصلا هیچ موقع دیدی که تیمسار بهت بگه چرا نماز بخونی یا اصلا برای چی نماز بخونی؟ اصلا خدا میدونه، هیچ وقت. رابطش با زیر دستاش چجوری بود تیمسار؟ دو تا خدمتکار داشت که کره‌ای بودن و فیلیپینی بودن؟ فکر کنم فیلیپینی بودن، علی یادم نیست، کره‌ای بودن، فیلیپینی بودن، نه به نام نیلی و ماریلو. این دو تا خدمتکار اونجا بودن برای تیمسار که خب لباسای تیمسار رو تمیز می‌شستن و تو می‌کردن و این کارهایی که انجام می‌دادن، کارهای منزل منزل انجام می‌دادن، خدمه منزل بودن. بله گرام هم که آشپز بود. بله آشپز بود. بله بعد خب یکی دو تا دیگه، یه سرباز دیگه بود که برای خود محبته بود، بعد برای کارهای شخصی خودشون، چون تیمسار جمعه معمولا تنیس بازی میکرد، خب میتونست ما بگی برو اون بروسه توپ جمع کن دیگه. من واقعا یاد ندارم یه دفعه تیمسار رو من بگی برو توپ جمع کن. خب منم سرباز بودم دیگه، میتونست این کارو اصلا سرباز استفاده میکنم برای اینجور کارا دیگه، معمولا بخوز موقعی که وجدانن یک بار به من نگفت که خب میگم جمعه اکثرا میومدن اونجا تنیس بازی میکردن. اصلا هیچ موقع کار شخصی داشت که بهت بگی برو انجام بده؟ من ندیدم. حتی تو ساعت اداری؟ نه نه نه، تو ساعت اداری که مطلقا، ساعت غیر اداری هم گفتم یه کسی بود اونجا تو محمد شهر، حالا محمد آباد، اونجا یه کسی بود، ما هرچی مخواستیم اونجا یه سوپری بود برای ما می آورد. اون آقا اصلا در خدمت تیمسار بود، حالا به چه صورت، یه پدری داشت با این پسر اونجا خدمت میکردن به تیمسار، چجور هزینه پول میداد و اینا، من اینا رو نمیدونم، ولی میخوام بگم اصلا کار شخصی به ما نمیگفت، هر چی که بود مربوط به داد. چرا یه وقت مثلا یه چیزی برای خودمون بریم بخریم، بحث جدا بود. بله به این صورت بود. به حضورتون عرض کنم که باز یه خاطره برای من هست، این خیابون شهید عراقی
قدیمی هم اسمش چی بود؟ ما وسط های اون شهید در واقع که وارد می شدیم اونجا باغ بود. یه باغی بود اونجا ما اومدیم، اونم باز یک ماهی گذشته بود من با تیمسار بودم. من دو سه بار اونجا رفتم به اتفاق خود تیمسار. رفتیم اونجا، حالا عصر بود، بعد از ظهر بود، بعد از ظهر مثلا پنج شنبه رفتیم اونجا. حالا تیمسار اینا داخل بودن، ما میرفتیم توی اون پارک، توی اون باغ پارک میکردیم، تیمسار میرفتن تو، یک دو ساعت اونجا بودم میومدم. سری فکر مانم دوم سوم بود ما رفتیم، تیمسار رفتن داخل، من اونجا تو ماشین نشسته بودم. اونجا من یه لحظه، خب آقایونه دیگه هم بودن، یه لحظه من پیاده شدم با لباس سربازی اتفاقا بودم، همین پامو گذاشتم پایین، یه سگ منو گاز گرفت. بعد داد زدم یه خود ترسیدم و خلاصه نمیدونم چجوری شد به گوش تیمسار رسید. یه نیم ساعت بعد تیمسار اومد، یعنی کلا فکر کنم اونجا یک ساعت بیشتر نبودیم. تیمسار اومد و به من گفت بریم منزل مادر. منزل مادرشون تو عباس آباد بود، انتهای اندیشه که الان مدرسه است اونجا. من منزل مادر تیمسار اونجا الان مدرسه است. ما رفتیم منزل مادر تیمسار، تا اومدم در رو باز کنم گفت راحت باش. ما اومدیم، تیمسار خودشون رفت جلو، به من گفت حسین بیا تو. ما اولین بار بود رفتیم منزل مادر تیمسار جهانبانی. مادر تیمسار برای من یه چایی ریخت، یادم دقیقا یه فنجون خیلی کوچیک برای من چایی آورد. بعد گفت خودش، نه اینکه خدم و اومدم، نه خود مادر تیمسار بنده خدا. منزلشون هم همین چیز که میرفتیم انتهای اندیشه پله میخورد میرفت پایین. مادرشون رو من اولین بار ایشون رو زیارتشون در حقیقت کردم. بعد با مادر صحبت کرد، گفت این سگ پاشو گاز گرفته. ایشون یه چایی برای من آورد، نشست با مادر صحبت کردن. بعد هم تو همون زنگ زدن به اورژانس. من اولین بار بود اورژانس تهران اونجا دیدم. یعنی اون روز به خاطر شما در واقع این کار کرد؟ بله. شما تو اون خیابون عراقی بودید، نزدیکترین فاصله به اونجا. بله اومدیم منزل مادرشون. بله در صورتی که اگه ما میخواست تیمسار کاری نکنه، خب بعد رفتیم کرج دیگه. کرج. بله. ولی اومد اونجا منزل مادرش. بله. که زنگ بزنه اورژانس تهران بیاد. بله اورژانس اومد منو دید، فکر کنم یه آمپولم به من زدن. میزنن بعد بله. اینکه سگ گاز بگیره یه آمپول ضد حاری میزنن. بله بعد ایشون آژانس گرفت، من خوب یادم منو فرستاد منزل و من یه روز بهت مرخصی نداد. یه اصلا به من گفت، ولی من صبح زود اونجا بودم، من 6 صبح اونجا بودم. انقدر به ایشون عشق داشتم، خدا میدونه همه وجود ایشون صفا بود. الان عکس ایشونو میبینید جذبه‌ای داره خدا که رو شاهد میگیرم، اصلا آدم عاشقش میشه. کسی که از نزدیک دیده قطعا باید عاشقش ببینید میشه. خدا میدونه، اینو بارها گفتم، حالا تو این صحبت ها شده. یه وقت خب ایشون باید میومد جلو الحضرت نطقی به خونه دیگه، من اینو تو ماشین تمرین میکرد، من اون عقب نشسته بود، من متوجه میشدم تمرین میکرد تا میرسیدیم به کاخ. ایشون صحبت میکنه از حفظ بخونه. بعد خدایا این مرد مشلو با این اصلا یه گیرایی خاصی داشت. خلاصه که ما هرچی از ایشون دیدیم صفا بود، محبت بود، در عین انضباط و دیسیپلین، دیسیپلینی که داشت و جذبه‌ای که داشت. من خنده ی تیمسار ندیدم، ولی در عین این که خنده ی ازشون ندیدم، هر چی بود لطافت بود. وجدانن اینو بگم، چرا یه وقتا عصبی میشد چیزی میگفت، من میدم میدم درست کاری میگم. تو عصبانیت هیچ موقع شده حرف زشتی بزنی؟ من ندیدم وجدانن، من ندیدم، من ندیدم. شده بود یه وقت عصبانی چیز بود، ولی من ندیدم. میگم خدای ادب بود ایشون. راجع به اون روزایی که میرفتید دوشان تپه یا مهرآباد، چی اون برنامه چی بود؟ پرواز رو، یعنی پرواز روتین بود؟ بله بله. چجوری بود؟ به حضورتون عرض کنم تیمسار هر هفته پرواز داشتم،
چهارشنبه ها پرواز داشتم، ساعت همین 2-3 بعد از ظهر تا 4 یا همچین این ساعت دو بیشتر با F4 فقط با هواپیمای F4 من می آوردمشون دوشان تپه. یعنی برنامه چهارشنبه چجوری بود؟ چون از کرج یعنی از اون من... نخیر ببینید ما از دوشان تپه یه وقت با ماشین می اومدیم، یا هواپیما برانزا می اومد اونجا، اگه خلبان بود خب تیمسار بودن، خلبان هم پلوشون بودن، به اتفاق منم اون پشت میشستم میومد. یه وقت خلبان نمی اومد، هواپیما اونجا بود، میومدیم هواپیما برانزا میشستی کنار تیمسار، من میشستم کنار تیمسار، به اتفاق میومدیم کجا؟ مهرآباد. از دوشان تپه، از دوشان تپه میومدیم مهرآباد. یه وقتم از مهرآباد با ماشین نمیرفتیم، ماشین اینجا میموند، با از مهرآباد با همین هواپیما برانزا میرفتیم محمدآباد کرج. چهارشنبه معمولا با ماشین میرفتیم، چرا که میرفتیم سعدآباد دیگه. چهارشنبه قرار چهارشنبه رسمی بود. رسمی بله، هم چهارشنبه بود هم شنبه ها. یه وقتا از خود دوشان تپه میرفتیم یه سره میرفتیم محمدآباد روزهای دیگه. ولی چهارشنبه چرا دارم میگم؟ چهارشنبه مثلا ما میومدیم اونجا تیمسار پروازشون انجام میدادن، منم تو همون دیسپچ بودم، بعد به اتفاق ایشون میومدیم میرفتیم سعده بود، کاخ سعده بود. این چهارشنبه حتمی بود اکثر. بعضی روزا وسط هفته باز اونم تو همین چهارشنبه میشد. ایشون میدونی که رئیس سازمان ورزش هم بود دیگه، میرفتیم فدراسیون ورزش ایران بود دیگه، انقدی هم نبود، 3-4 ماه بیشتر نبودن. تو مدتی که من بودم ایشون باز همون رئیس فدراسیون بود دیگه. من ایشونو میوردم اونجا، آقایی بود اونجا به نام آقای کاردان، اسمشو قشنگ الان شاید ببینم نشناسم، شاید نمیم هستن نیستن. میومدیم اونجا، من اونجا میشستم تیمسار جلسه‌ای داشتن داخل، مسائل همون ورزش رو مطرح میکردن، میگفتن اینا. من بودیم تا ساعت 7:30-8 هوا میخواست تاریک بشه دیگه، اونجا را میافتادیم میرفتیم سعدآباد، یا نه از اونجا میرفتیم کرج. به این صورت بود، این کار به این صورت انجام میشد. ایشون راجبه اسبایی که تیمسار داشت، بله به حضورتون عرض کنم که تیمسار 4 تا اسب داشت، اگنت و اوتفیل، ویلوده و ویندوز. چه رنگی بودن؟ اگنت که خاکستری بود، خالخال خاکستری بود. اوتفیل فکر میکنم قهوه‌ای بود، تیره بود. این که به این صورت اون دوتا هم بله تیره بودن، حالا دقیقا الان ولی این چیزی که خیلی با اگنت خیلی چیز بود، اسب سوارکاری بود. اسب سوارکاری بودن که خب من اینجا اصلا کسی بود که اینجا نظافت اسبا و اینا رو اونا انجام میدادن، منم دوست داشتم چیز بودم، میرفتم همراه تیمسار. اصلا به من نمیگفت هیچ وقت که مثلا بیا نه یا کاری باشه، ولی خب من چون تیمسار واقعا علاقه ای که بود من دنبال ایشون میرفتم، اصلا به منم چیزی نداشت، چون از خود تو خود منزل خب دیگه ماشینی نمیخواست که، پیاده 50 قدم میومدیم تا مانژ سوار کنیم. بله من یه چیزی میخواستم خدمتتون بگم، ایشون واقعا راجع به زیر دستاشون اهمیت میده. این استوار محمود عروسی کرد، عروسی کرد. استوار محمود کی بود؟ راننده رسمی تیمسار بود دیگه. ایشون شاید یکی دو بار توی این مدت 7 ماهی که من بودم، ایشون شاید 2-3 بار بیشتر. من اونم اون اوایل بود که میخواست راچه ها رو به من یاد بده، بعدا دیگه ایشون نمیومد، ایشون هم میومدن قاط بودن دیگه، میومدن صبح اداره تا 2 بعد از ظهر 2 بعد از ظهر میرفتن. بله به وجود رو کنم که عروسیشون بود، خیلی مرد محترمی بود، گفتش که امروز عروسی منه، بلدی منزل ما رو همین استوار؟ گفتم کجاست؟ نظام آباد بود دقیقا یادمه، یه خودی کوچه هم داشت، چون ما ماشین رو نتونستیم برای اون جلو هم. خب نزدیک انقلاب هم بود دیگه، شاید مثلا 2-3 ماه به انقلاب بود، یه خود خیابون ها شلوغ بود اینا. بعد آوردم تیمسار منزل، همین بالای دوشان با تیمسار، بله تیمسار آوردم بالای دوشان تن، لباسشو عوض کردن،
آوردن گفت حسین بلدی؟ گفتم بله تیمسار. بردمش همین سر بر نظام‌آباد، حالا دقیقاً اسمش چیز نیستم، اونجا پارک کردم. من جلو میرفتم، تیمسار پشت من میومد. بعد به ایشون گفته بودیم، چون میگم موبایل چیزی نبود که اینا، ایشون هم منتظر بود. رسیدیم اونجا، یه منزل خیلی کوچیکی بود، شاید 70-80 متر کله منزله بود. این آقای دوماد که استوار محمود فال فامیلیشون یادم رفته، ایشون بود به اتفاق خانومشون. تیمسار اونجا یه سکه‌ای به ایشون داد، منم قشنگ اینا که به من گفت، گفت اینجا رو گفتم، خب آدرس دادی، من بلد بودم میدونستم. حالا این راجب زیر دستاشون که شما میفرمایید، مثلا خب من خودم ایشون رو بردم اونجا عروسی همین سرکار استوار، مثلا همین که فرمانده براش بیاد عروسی رانندش اصلا خب اصلا به تاریخ بگیم، به تاریخ باید گفت. واقعا هر کلمه به کلمه آدم بیشتر افسوس میخوره که یه همچین مردی رو چطور دلشون معلم بود. از نظر من ایشون، به نظر من ایشون یه معلم بود، استاد بود اصلا. چرا میگم معلم؟ بله ایشون که درجهش بالاتر از معلم، میخوام بگم که خب یاد میداد، با روشش، با راه کار میداد. چی میخواستیم؟ دارم خدمتتون میگم، خدا میدونه از داخل منزلشون تا اونه تمام نظم، یعنی هر چی میدیدی نظم میدیدید، ادب میدیدید. اینی که به واقع من شیفته ایشون و ایشونم بالاخره اینو در من میدید، من عاشقانه قبول میکردم اینو. نه وجدانم بگم امروز اینجور دارم میگم، نه خدا میدونه همون روز خب من ماشینو تمیز میکردم. یه وقت اصلا همین خاطراتی که داره میگید معلوم کاملا در ذهنت هک شده، یعنی انقدر دوست داشتی اون لحظات رو که آدم لحظات نام زندگی براش همیشه ماندگار. الان تمام این جزئیاتی که داریم میگه نشون میده که از لحظه به لحظهش لذت بردی. بله. یه مطلبی بود، ما داخل ساختمون ستاد که بودیم، تیمسار ربیعی ساختمون تو همون ساختمون بود، تیمسار ربیعی فرماندهی نیرو هوایی. بله. ساختمون بغلی، یعنی توی همون ساختمون یه سه تا اتاق این ورتر، مثلا حالا حساب کنید یه از خود ستاد کل کم اتاق فرماندهی تیمسار ربیعی بود. ما می اومدیم، چون هر کسی نمیتونست، سربازی نمیتونست داخل ستاد بیاد، فقط سربازها، چون ما شناخته شده بودیم، ما سربازای ستاد کادر نبودیم، نه سرباز بودیم، ولی اون نگهبانایی که اونجا بودن ما رو میشناختن، میدونستن ما راننده تیمسار جهانبانی هستیم. ما میادیم اونجا، سه تا تیمسار بود، هیچ وقت یادم نمیره، تیمسار سپهبد توی اون ساختمون که تیمسار خودشون بودن، تیمسار سپهبد نادر جهانبانی، تیمسار سپهبد محمدی که بسیار مرد متدینی بود. من به اینو به چشم بارها دیدم، ایشون اونجا یه وقت در اتاق باز میشد، من میدیدم ایشون داره نماز میخونه، ساعت 2-2:30 بعد از ظهر. اینو خودم بارها دیدم، خیلی مرد متدینی بود. یه تیمسار بود به نام تیمسار سپهبد یزدان بخش، این سه تا تیمسار که اونجا بودن که تیمسار معاونت طرح برنامه بودجه تیمسار جهانبانی در مال نیرو هوایی دست تیمسار جهانبانی بود. پس ایشون شد فرمانده معاونت طرح و برنامه بودجه نیرو هوایی تیمسار جهانبانی. در واقع بودجه نیرو هوایی ایشون دست ایشون معاونت ایشون بود دیگه. اینجا یه قسمتیش یه اتاقی بود که بچه‌هایی که مثلا خدمه دو تا سرباز دیگه اونجا بودن که ما هر وقت میومدیم تو ستاد معمولا اونجا بودیم. آژودان، اتاق آژودان تیمسار که اتاقش جدا بود، بزرگتون ارز کنم که ما اونجا این اتاقی که به اصطلاح آبدارخونه بود اونجا بودیم. من بودم، همین سرکار استوار بود، همین آقای جلوسی یه وقتا اونجا بود، یکی دوتا راننده دیگه هم اون آقایون بود، همون سپه بود یزدان بخش راننده ای داشت، استواری بود، ایشون اونجا بود. بعد اونجا دوتا خدمه بود، خدمه خب همون سرباز بودن، چایی میدادن، یکیشون همین آقای چیچیان بود.
وزیر سابق نیرو. وزیر سابق نیرو که ایشون یکشون همین آقای چیچیان بود. اونم سرباز بود. سرباز بود. بله ایشون سرباز بود. برای اینا چیچیان بریز و به پاش دیده بود تو دفتر. نه وجدان من ندیدم. که پیش خودت بگی مثلا پیش خودت بگی که بابا با این اوضاع اقتصادی چرا شما دارید اصلا خب اینا همین خرج می‌کنید یا اینجوری این کارا رو اصلا این نیست من ندیدم اصلا خود آقای چیچیان ببینید یه دو ماه شاید دو ماه و نیم جلوتر آقای خمینی گفتن که کسایی که سربازن میتونن فرار کنن یه هم چیزی یه بیانیه اینجوری داده بود این آقای چیچیان یکی از اونایی بود که رفت فرار کرد این با یه سرباز دیگه چه چایی اونجا میدادن رفتن اینا یه تعدادی از این سربازا اینجوری بودن رفتن از نگرانی های تیمسار موقع چیزی یادت میاد من هیچی تا اون لحظه آخر یعنی خونسر داشت کارشو انجام میداد خدا میدونه تو بدون اینکه کوچکترین خللی تو وجدانن اصلا برنامه روزانه‌اش پروازاش من اینو تو اون فیلم قبلی من اون فیلم قبلی من گفتم ببینید تا اون روز آخر 19 بهمن 1357 گفتم که اجازه بدید تیمسار بمونم ایشون با خیلی خنده همین صدفانیار سیروس پلوشون بودن نمیدونم 21 بهمن یا 19 چیزه 21 بهمن 21 بهمن ساعت 5:30 بعد از ظهر بود گفتم اجازه بدید تیمسار بمونم گفت نه شما برو دیگه ما نه من اصلا فکر نمی کردیم هیچ گونه نگرانی در تیمسار باشه اصلا خدا میدونه هیچ ما چی هیچی ندیدیم یعنی حرف زشتی بزنه بدی بگه نه من چیزی ندیدم 21 بهمن که شما در واقع مرخص شدی و شما رو در واقع گفت اجازه دادی بری 22 بهمن انقلاب شد بعد انقلاب شده و همون 22 بهمن بعد از ظهر تا اونجایی که من یادم یعنی خوندم اینی که تیمسار رو میگیرن تو دفترش و 22 اسفند هم تیمسار رو حکم اعدام بهش میدن و در واقع اتهامشون میزنن عامل فساد بدون اینکه هیچ چیزی داشته باشن از عامل فساد بودن و ایشونو اعدام میکنن هدف از این مصاحبه هم این بوده که فقط این خاطرات زنده بشه و نسل‌های بعدی بدونن که چه کسانی تو این مملکت بودن کیا خدمت کردن کیا خیانت کردن قطعا نسل‌های بعدی تشخیص خواهند داد و این فیلم بالاخره ماندگار خواهد شد من و حسین آقا به نوبه خودمون انقدر تونستیم کار انجام بدیم که گوشه که هیچ موقع بیان نشده، هیچ موقع هیچ جا ثبت نشده رو در این قالب بیایم و به تصویر بکشیم. باز هم واقعا از ته قلب آرزو میکنم که تمام کسانی که مسبب از دست دادن اینجور آدم ها بودن به سزای اعمالشون برسن به زودی. به زودی. این صحبت ها صحبت سیاسی نیست، این صحبت ها هیچ گرایشی نداره، ما هیچ گرایشی به هیچ کسی نداریم، هیچ گرایشی به در واقع غرب و شرق و اینا نداریم این صحبت ها فقط صحبت های دلیه و من حس کردم که باید اینا رو یه جا ثبت کنم و الان چرا داره اتفاق میفته و این اتفاقات بخاطر این میفته که امسال اگر تیمسار زنده بود امسال 90مین سال روز در واقع تولدش رو 27 فروردین سال 97 تیمسار 90 ساله میشد و من فکر کردم که میشه الان این کار رو کرد و این اتفاقات و این صحبت ها رو ثبت کرد هر کسی این فیلم رو میبینه آرزو کنه که ایران آبادی بشه و انشاءالله تمام اتفاقات خوب برای ایران بیفته هر چی که برای ایران خوب اتفاق بیفته ممنون خداحافظ Good luck.